همکارم مهران عباسیان از محل رویداد نوبل 2023 در استکهلم برای ارائه توضیحات بیشتر با ما همراه هستش. مهران، از تو بشنویم. به رکسانا تو بیشتر جزئیاتو گفتی. در حال حاضر من در سالونی در محوطه آکادمی سلطنتی علوم سوئد هستم. خب دو بخش از پنج بخش جایزه نوبل رو در واقع کمیته فیزیک و کمیته شیمی نوبل در این آکادمی برندگانش رو مشخص میکنن. روز گذشته هم همینجا برندگان در واقع سه برنده جایزه نوبل فیزیک اعلام شدن. امروز هم کمتر از یک ساعت دیگه تقریبا برنده یا برندگان یا سازمانی که امکان داره برنده نوبل شیمی سال 2023 باشه اینجا اعلام خواهد شد. خب روز اول مربوط بود به نوبل پزشکی که نوبل پزشکی رو مؤسسه آموزشی درمانی کارونیسکا در واقع برندگانش رو مشخص میکنه، اما در طی هفته نوبل که در استکهلم برگزار میشه خبرنگاران زیادی از رسانه‌های مختلف از سرتاسر دنیا به اینجا میان و در واقع این یک هفته فقط اعلام برندگان این پنج بخش نوبل هست. بیشتر از 80 خبرنگار از سرتاسر دنیا به سوئد اومدن تا این یک هفته رو اینجا باشن. البته باید بگم نوبل صلح روز جمعه 6 اکتبر اعلام خواهد شد و تنها نوبلی هست که در کشور نروژ و شهر اسلو توسط کمیته نوبل اسلو برندش اعلام میشه. بعد از یک ماه در 10 دسامبر مصادف با در گذشت آلفرد نوبل این جوایز در دو شهر استکهلم و اسلو در ضیافتی اهدا میشه. خب ضیافت نوبل در شهر استکهلم زبان زد هست. پادشاه سوئد در ضیافت شامی مهمانان برندگان نوبل رو دعوت خواهد کرد و بعد از اون توسط خود پادشاه جایزه به برندگان اهدا میشه. جایزه شامل دیپلم افتخار، یک مدال طلا که عکس آلفرد نوبل بر روی این مدال طلا حک شده و مبلغی حدود 1 میلیون دلار، 10 میلیون کرون میدن، حالا امکان داره 1 میلیون دلار یا کمتر یا بیشتر از این باشه. و این جایزه نقدی برای اینه که این دانشمندان، این مؤسسه یا سازمانی که برنده نوبل میشه بتونه با آسودگی خاطر به تحقیقات و اکتشافات خودش ادامه بده. بله، ممنونم از تو همکارم مهران عباسیان که از استکهلم همراه ما بودی.